آخر چگونه در مدت به این کوتاهی شکمت مانند زنان 6 ماه بالا آمده؟ من نیز در شگفتم، ولی جناب زکریا میگویند این نیز از اعجاز خداست. مدت ها بود که به حضور شما نرسیده بودیم، در عالم همسایگی بر ما ببخشید. این کلوچه ها را دخترم پخته است، خواهش میکنم از ما بپذیرید. اینها نظراتی هستند که برای معبد کنار گذاشته بودیم. از همه شما ممنونم، ولی نمیدانم جناب زکریا این هدایا را خواهند پذیرفت یا خیر. میدانید که چقدر سخت گیرند. حالا شما اصرار کنید، شاید بپذیرند. بهترین هدیه برای من این است که دوباره گرده هم آمده ایم. زبانم از این همه محبت شما بند آمده است. این چه حرفی است؟ جناب زکریا پیامبر خدا هستند. این برای همه ما افتخار است که این معجزه الهی در میان ما اتفاق افتاده. چه شد؟ الیزابت تکان خورد. بچه در شکمم حرکت می کند، گویی حضور کسی را احساس کرده است. باورم نمیشود، وای که چقدر آرزوی دیدارت رو داشتم. دختر عزیزم، دختر پاکم مریم، بگذار تماشایت کنم. تو چقدر بزرگ و نورانی شدی. خاله جان، شما چقدر بوی مادرم رو میدهی. عزیز دلم، زمان خروجت مدتی است سر آمده، ولی همه ما می دانیم که تو نمی پس مریم این است. مریم، یحیی. آری، با حضور تو وجود او را بیشتر احساس می کنم. یحیی کوچکم را تو به ما برکت بده. مریم مقدس، دعای من کجا از این بردخ رهایی یابیم. سال هاست منتظر تو هستیم تا به دیدارت نائل شویم. پناه من تویی ای قدیسه معبد. درود بر شما ای مریم، برای من دعا کن. مریم پاک، چرا سلام. این همه دیر میدانی چه روزهایی را در انتظار در مقابل دختری 16 سال زانو میزد. تنها امید من تویی ای مریم مقدس. ای مریم، برای من دعا کن که حاجات زیادی داریم. سوالی از تو دارم ای مریم، آیا من هم میتوانم به مانند تو زندگی خود را وقف عبادت خدا کنم؟ زندگی از الطاف الهی است که باید شکران را به درگاه خداوند به جای آورد. اما من سرنوشت مرا خداوند این گونه مقرر فرموده. به خدا که فهم این معجزه در مخیله ام نمی گنجد. به راستی زکریا صاحب فرزند خواهد شد؟ او همه را به سخره گرفته. چطور ممکن است پیرمردی به سن او صاحب فرزند شود؟ من که تا مرز دیوانگی پیش رفتم. او خود از همه دیوانه تر است. نصایحش را به جان دل بپذیریم. در این صورت است که می توانیم در مقابل پروردگارمان سر بلند باشیم. سلام بر جناب یربعام و سلام بر جناب ناتان. به جمع ما خوش آمدید. خیشاوندان زکریا، شما هم بهتر نیست دست از دشمنی با او بردارید؟ ما عداوتی با زکریا نداریم. به زنها گفتم به دیدار الیزابت بروند و از او عیادت کنند و تنهایش نگذارند. ناتان، به یاد داری؟ به یاد داری که چگونه زکریای نبی را میان کاهنان معبد مورد هجو و شماتت قرار دادی؟ حال چه میگویی؟ میبینی که حقانیتش ثابت شد؟ میبینی؟
خداوند آبرویی که از او بردید آنچنان به وی بازگردانید که در تاریخ مذهب یهود برای همیشه ثبت خواهد شد. به جز زکریا هیچ کس در قدس الاقداس نبود و صدایی را که او شنیده هیچ کس دیگر نشنیده. اصلا از کجا معلوم سر و سکوت او تأثیر القاعات شیطانی نفس او نبوده؟ اصلا از کجا میدانست که این صدا از جانب خداوند است؟ چه کسی قدرت تکلم او را گرفت؟ جناب ناتان، شاگرد قدیمی زکریای نبی، فراموش کردید به غیر از خدا کسی نمیتواند در نفس پیامبر تصرف کند؟ میدانید شیطان را بر پیامبران قدرتی نیست، وگرنه که رسول خدا نبودند. فقط یهوه است که قادر است زبان پیامبری را متوقف کند. من چه بگویم؟ من نمیدانم. پیامبر، شما کاهنان را چه شده است؟ زکریا دروغگوی بیشرمی بیش نیست. من حرفهای این پیر مرد فریبکار مزور را باور نمی کنم. چه کردی یا یاکی؟ به کی جسارت می کنی؟ عبده یاکی یا یاکی؟ آرام باش، خواهش می کنم، آرام باش. فریبکار تو هستی. اگر یک بار دیگر چنین سخن به زبان آوری، زبانت را از حلقومت بیرون خواهد کشید. یا یاکی؟ پیامبر خدا ناسزا بگویی، نه تو و نه هیچ کس دیگر. خوب گوش کن یهویاکیم، تاوان این کار را با جانت خواهی پرداخت. فهمیدی؟ با جانت. تا من زنده هستم اجازه نمیدهم کسی بر علیه جناب زکریا سخن بگوید. این دست و این بازو بر علیه کسی که اهانتی به ایشان روا بدارد یا گزندی به وی بساند و یا نافرمانی او کند. یا برویم بس هست، دیگر رهایشان کن، با آنان نباید درگیر شد. چه کس در گمراهی به سر میبرم؟ راه حق و حقیقت را نشانم بده. بهشت یا دوزخ؟ سلام پدر. پسرم آنتیپاتر، وارث تاج تخت پادشاهی من، چرا شما را در قل و زنجیر میبینم؟ لابود برای توطئه علیه شما دستگیرم کردند. چون هم واقعیت ندارد. تو بیگناه و پاکی و به پدرت عشق می‌ورزی. نه، من دیگر عشقی به تو در دل ندارم. در اورشلیم همه جا صحبت از معجزه است. می‌خواستم از این موقعیت استفاده کرده علیه تو قیامی را برپا دارم و خود سلطنت را به دست گیرم. تنها اشتباه همین بود که به برخی از نزدیکان تو اعتماد کردم و آنها تو را بر من ترجیح دادند
و اینک این چنین در قل و زنجیرم. این اولین بار است که میبینم خائنی به این صراحت اعتراف میکند. خیانتی در کار نبود. مگر این رسم پادشاهان نیست که هر یک با غلبه بر پدر، برادر و یا خیش خود بر تخت سلطنت تکیه زنند؟ مگر خود تو آنتیگونوس را به کام مرگ نفرستادی؟ همسر دلبندت را به کمترین سوء زن بیرحمانه نکشتی و خواهرت دبورا را به جلاد نسپردی و بسیاری از نجیب زادگان را سر به نیست نکردی؟ خب من نیز به تو تأثیر جسته اقبالم را آزمودم. اگر یهوه با من همراه بود اکنون من تو را محاکمه می کردم و این افراد بر من کرنش می نمودند. مرا عفو کنید که می خندم. به یاد آوردم که قرار بود با این دست ها بر اریکه سلطنت تکیه زنم. ساکت باش و الا دستور میدهم که همینجا که مرا از زندگی خلاصی دهند. از تو تمنا میکنم پدر، کار مرا به درازا نکشان، زودتر راحتم کن تا از این خفت رهایی یابم. کشتن فرزند راحت تر است یا قتل پدر؟ این معمایی است که من هرگز جواب آن را نخواهم یافت. کجایی ای همسر با وفایم؟ میریام، پدرم، خیشان و بزرگان، چرا یاریم نمیدهید؟ چرا هیچ کس بر این بدبختی هایی که از دست نزدیکانم کشیدم هم دردیم نمی کنه؟ قیافه آن پیر مرد نجار را فراموش نمی کنم که همه ما را نصیحت می کرد. چه بسا اگر از او فاصله گرفته بودیم یا به سخنانش گوش فرامی دادیم، نحسی این حوادث بر دوشم سنگینی نمی کرد. جناب زکریا، پیامبر خدا، مردم اجتماع کردند تا برایشان موعظه کنی. همه از گذشته ها پشیمانیم، ما را دوباره رهبری کن. ای زکریای پاک، این معجزه بزرگ چشمهای من را باز کرده است. ما را از خود نرانید، ما را موعظه کنید. آری درود بر شما عزیزان، درود بر شما همسایگان. در شگفتم از کسی که چیزی را گم می کند و به جستجویش بر می آید، اما خیشتن خیش را گم می کند و به جستجویش بر نمی خیزد. به داوود وحی آمد که ای داوود، خانه پاک گردان تا خداوند در آنجا فرود آید. گفت بار الله، آن کدام خانه است که عظمت و جلال تو را شاید؟ گفت آن دل بنده مؤمن است. گفت چگونه پاک گردانم؟ گفت آتش در روزن تا هرچه که نسبت به ما ندارد سوخته گردد. از آن پس اگر سرگشته بینی در راه طلب ما، آنجا را نشانش ده که قدس ما آنجاست. معجزه نیست؟ زنی که همه ما می دانیم نازاست، از مردی کهنسال حامله شده. مردم شهر جلیله به ما می خندند
که از نزدیکان زکریا و الیسابات هستیم و از همه ناباورتر. چرا هیچ نمیگویید؟ میبینید چگونه مردم عوام را علیه ما میشورانند و به بهانه وقوع معجزه‌ای حتی زنهایمان را درون خانه‌هایمان تحت نفوذ قرار میدهند. صبر کن تا به خانه برویم، آن وقت من میدانم و تو چنان معجزه‌ای به تو بچشانم. استر، الیسابات چند ماهه حامل است؟ 5-6 ماهه به نظر میرسد. عجب، 2 ماه بیشتر از ادعای معجزه آنها نگذشته. کاش خدا مرگم میداد و این تشویش و دودلی را از من میگرفت. زکریا میگوید خدا همه ما را امتحان میکند و مردم میگویند ما کاهنان چه بیچاره و روسیاه از امتحان او به در آمدیم. تا کنون ادعاهای او در مورد نبوت عمران و تولد مریم به جای مسیح را تکذیب کرده ایم. آیا خداوند با این معجزه ما را بر سر جای خود نشانده است؟ معجزه‌ای که ثابت می‌کند خود او نیز نبی خداست، پیامبری که باید از او پیروی کنیم و به دستوراتش گوش جان بسپاریم. بگویید که او پیامبر خدا نیست. بگویید که او پیری مجنون آشفته است. به ما بگویید این یک دروغ و فریب بزرگ است. وای بر من اگر او پیامبر خدا باشد. در آن صورت این منم که در آتش جهنم می سوزم. ساکت! کافی زتان! خفه شو! به خدا اگر ساکت نشوی خودم با دست‌های خودم ساکتت خواهم کرد. نگفتم جناب یساکار؟ گفتم که سکوت شما باعث انحراف بقیه خواهد شد. این بدبخت‌ها را اگر رهایشان کنید هر روز 1000 بار رنگ عوض می‌کنند و هر روز از ایمان به سوی کفر می‌لغزند. اینها همه از آن جهت است که فکر میکنید خدا در هر لحظه معجزه خلق میکند. هیهات، چه کسی به چشم خود دیده که پس از زمانه موسی و سلیمان معجزه ای از سوی خداوند بر زمین نازل شود؟ خدا قوم یهود را که قوم برتر و نژاد برینه است برگزیده تا جهانیان را بسازد و آدمیان را تربیت کند. پس تسلط قوم یهود بر همه پیروان ادیان و اقوام باید صورت پذیرد تا هدف خلقت معنا پیدا کند. پس خدا نیاز به معجزات دیگری ندارد. این مباحث کلامی بیشتر گیجم میکند. آتش را بنشانید جناب یساکار که دامن ردایم آتش گرفته و انقریب است که جسم و روحم را از پشیمانی گمراهی بسوزاند. بیایید چند لحظه خود را به جای زکریا بگذارید. پیرمردی که میخواهد به مقام نبوت و پیامبری برسد. در طی سالها او نقشه های بسیار می کشند ولی راه به جایی نمی برند، تا اینکه اتفاقا همسرش در پیری حامله می شود. پس او ماجرای ابراهیم و ساره به خاطرش می آید. آنها نیز بچه دار نمی شدند و خداوند به آنان اسحاق را عنایت کرد. پس زکریای ما حاملگی همسرش را چند ماهی پنهان می کند. در روز مراسم از قدس بیرون می آید، سکوت می کند و با ایما و اشاره به همه می فهماند که صدایی ماورایی شنیده. همه می گویند که خداوند زبانش را بند آورد. شکم الیسابات رفته رفته بالا می آید.
و آوازه معجزه الهی آنان بر سر زبانها می افتد. به همین سادگی پیرمرد جاه طلب و مکار ما زکریا به خاطر حاملگی همسرش تبدیل به پیامبری بزرگ می شود. پس چنین بوده؟ دیدید می گفتم چلکی در کارشان هست؟ خدا را شکر که دروغشان برملا شد. وای خدای من، هرگاه که شما سخن میگویید ابرهای سیاه تردید کنار میرود. رسوایشان کردی جناب یسانکار، رسوا. معجزه؟ من چه میدانستم؟ تقصیر مردم بود که میگفتند. تو باشی هر یاوهی که مردم عوام تحویلت میدهند، با این جسارت و گستاخی در حضور شوهرت و جناب یساکار بازگو نکنی. مرا ببخشید جناب یساکار، من زن احمق و دیوانه ای هستم. از سادگی و صداقتتان استفاده می کنند و شما را به جان ما می اندازند. اما جای تعجب است که برادر زن باهوشم جناب ناتان چرا به این صورت جامعه گمراهان برتن کرده است؟ اشتباه کردم قربان، اشتباه کردم. این بنده نادان و کوته فکر خدا را عفو کنید که چه زود فریب می‌خورد و قدرت تحلیل مسائل را ندارد. این بار هم شما مرا نجات دادید، از این پس روح هم یک سره در اختیار شماست و هر آنچه دستور دهید همان خواهم کرد، حتی اگر کشتن و قطع کردن دروغگویی چون زکریا باشد. برو به درگاه خداوند توبه کن ناتان. تو باید مردم را از این دروغ بزرگ آگاه کنی. سلام بر یوسف عزیزم. خوش آمدید. استاد تشریف دارن؟ سلام. سلام. سلام بر جناب زکریا. سلام. سلام. سلام بر عزیزانم. ای زکریای پاک، ای پیامبر خدا، برای امر مهمی نزد شما آمده ایم تا ما را از سرگردانی و گمراهی نجات دهید. محتاج پند و اندرز شما ایم، سوالاتی داریم. بگویید. زمانه پر آشوبی است. کاهنان هر یک عقاید مختلفی را ترویج می کنند. بسیاری از مؤمنین حیرانند. دشمنان خدا همه را با پول و زور بنده خود کرده اند و سعی دارند افکار آنان را علیه شما تحریک کنند. ما آمده ایم تا دین خود را بر شما عرضه کنیم و اگر مورد تأیید شماست بر آن ثابت بمانیم. همین که گفتید عین دین است که خداوند از آن راضی است، پس بر آن ثابت قدم باشید. پیامبر خدا، ما محکم و استوار پشت سر شما ایستادیم. زمان آبستن حوادث بیشماری است، برای مقابله با آنها آماده باشید. پس دعای من کنید. خداوند شما را در دنیا و آخرت ثابت قدم بدارد. روز که جناب زکریا تو را به معبد بردند، همه همیشه در گوشه می نشست و به در خیره می شد. با اصرار او را به حیات می آوردم، در کوچه ها به بهانه خرید می گرداندم. انگار هیچ کس را نمی دید، هیچ کس در دنیا برایش وجود نداشت. وقتی با من صحبت می کرد
گاهی لبخند می زد، در عمق چشمانش غم و دوری تو موج می زد. او گفتم چرا به دیدنش نمی روی؟ برو دختر دلبندت را که از جان بیشتر دوست می داری ببین. و او در پاسخ می گفت چگونه بروم؟ تمامی وجودش را نذر خدا کردم، چگونه می توانم قطعی از وجودش را برای خود بخواهم؟ راضیش کردم. یک بار مخفیانه برای دیدنت به معبد آمد که لحظه ای از دور تو را دید. بیا، این گردن آویز را مادرت به من داده بود تا در بزرگی به تو بسپارم. تنها یادگار مادر من است. سلام بر مریم. سلام. سلام. آیا با ما دعا می‌خوانی؟ خدا نگهدار همه شما. حالی جان خدا حافظ. اسم من هم مریم است. من هم مادر ندارم، پدرم هم مرده است. بیا، این گردن آویز از عزیزترینم به من رسیده. خدای بزرگ نگهدار همه ما یتیمان است. غمگین مباش. سلام مریم، من به نصیحت شما عمل کردم و اینک شاگرد جناب زکریا هستم. باورش سخت است. او در همین خانه و محله بزرگ شد. یادتان هست تا 6 سالگی؟ از همون موقع هم معلوم بود که او یک قدیسه است. مقام مریم بالاتر از همه مردم است. آره. خدا رو شکر بر این نعمت گوارا.
میدانستم که این مسیر بازگشت اوست. دارد میآید. ببین سرافینا، بیا از این کار منصرف شویم. سرافینا، تو که حتم نداری او بتواند. خواهش میکنم پریکلس، تو به من قول دادی. به خاطر دخترمان. بسیار خوب، صبر کن دختر، کارت دارم. تو مریم هستی؟ مریم دختر عمران؟ میخواستم با تو صحبت کنم. من پریکلس، فرمانده لژیون های رومی، مستقر در یهودی هستم. حتما نام مرا شنیده ای. او هم همسرم سرافین است. منظور ما از آمدن به اینجا این است که دور از چشم مردم تو را ببینیم و از تو درخواستی داریم. اگر دخترمان را شفا دهی، من به تو 10 کیسه زر میدهم. 10 کیسه زر سیسترونی رومی، همش را به تو میدم. 10 کیسه زر مرگم، میفهمی؟ پریکلس، میشود ساکت شوی؟ این چه طرز سخن گفتن است با او؟ چه دختر زیبایی. چه طبی دارد؟ از وقتی به دنیا آمد بیمار بود. پزشکان روم نیز کاری از پیش نبردند. حال که به اینجا آمده ایم و از اقوام و آشنایان دوریم، تنها امید من به زندگی اوست که مریضیش هر روز سختتر و سختتر می شود. چگونه بگویم؟ اگر او از دنیا برود، من نیز طاقت ماندن ندارم. ای مریم دختر عمران، او را شفا بده. سرافینا آوازه ای تو را شنیده بود و اصرار داشت. ما دیگر امید به هیچ کس و هیچ جایی نداریم، فقط تو. تو مریم، آیا به ما کمک میکنی؟ کاری از من بر نمی آید، متاسفم. نگفتم سرافینا، اینها ما را نجس و بت پرست می دانند. خودشان قوم برگزیده خدا هستند و دیگر مردم در نظرشان بی ارزشند. به اقوام دیگر و دردها و آلام آنان هیچ اعتنایی ندارند. حتی ما رومی ها که نیمی از جهان را در تسخیر خود داریم. چه تقاضای بیهوده ای. خواهش میکنم بریکلس، کاری بکن، تمنا میکنم. گوش کن دختر، اگر سلامتی دخترم را برگردانی، بیشتر از آنچه گفتم به تو پول میدهم. هرچه دارم به تو میدهم. این یک بار را به ما ترحم کن. فقط این یک بار، برای یک خانوادگی غیر یهود. ببینید، کاری از من بر نمی آید. همه چیز به خواست و اراده خداوند پروردگار همه مردم جهان بستگی دارد. شفای همه ما در دست اوست. من تنها می توانم برای او دعا کنم. دعا می کند، دعا می کند. شفای همه ما در دست اوست.
خداوند حامی شما بوده فرزندتان را شفا عنایت بفرماید. این عشق تو به همسر و فرزندت تو را نجات خواهد داد. خود راه می دهیم و گناهکاران را نیز بدون دستگیری نمی گذاریم. ای خدای نیکوکاران و بدکاران، من نیکوکاران از فضل تو بی نیاز می شوند و من بدکاران از رحمتت ناامید. پس به من دلی بده که همه مردم چه نیکوکار و چه بدکار را دوست داشته باشم، الا آنان که با تو دشمنی کنند، که مرا به دوستی آنان راهی نیست. خدایا، نیازمند محبت و رحمت تو هستم، پس یاریم کن تا نیازمندان را دریاب. مریم، کنار آن پنجره چه می کردی؟ و آنجا رفته بودی که هواخواهان خود را ملاقات کنی؟ کسانی را که چشم امیدشان به دختر قدیسه معبد است؟ تو با این رفتار به ظاهر معصومانه و با این خودنمایی های ریاکارانت خودت را میان این بیچاره ها عزیز کرده ای، اما نمی توانی امثال مرا بفریبی. تو تصور کرده ای تمامی کاهنان این معبد و بزرگان بنی اسرائیل اسیر جادوی تو می شوند و آنان نیز مانند دیگران فریب این مظلوم نماییت را می خورند؟ معلوم می شود هنوز ما را نشناختی. مغز کوچکت از درک ما علمای یهود عاجز است. تو با ما چه دشمنی داری؟ چه کینه ای از ما به دل داری دختر عمران؟ هیچ کینه ای در دلم جا ندارد. دروغ میگویی، دروغ، ریاکار. به من نگاه کن، وای از این چشمان تو، وای از این چشمان تو مریم. این نگاه تو از جان من چه میخواهد؟ خداوندا، از کودکی در این معبد بودم، تمامی لذایز زندگی را بر خود حرام کردم و به هیچ چیز جز دین مقدس ما نپرداختم. در اثر شدت عبادت و خواندن تورات موهایم سپید گشته و نفسم به شماره افتاده. حالا چرا باید این دختر را مقدس آسمانی بنامند؟ پس من چه؟ مگر من کم سختی کشیدم؟ مگر من کم عبادت کردم؟ مریم، چرا این همه رنجم می دهی؟
چرا فکر میکنی از من به خدا نزدیکتری؟ نه، من باور نمیکنم که تو متعلق به او باشی و من کمکم کن تا این دختر را که این همه مرا رنج داده شکستم. خداوند پاداش عبادتم را، سرافرازی و پیروزی قوم یهود بر تمامی دشمنانش قرار بده و در نابود کردنشان ما را موفق بده. خداوند لذت رسوا کردن مریم را به من عطا کن. از او رنجید خاطر گردد و همه انسانها را مورد لطف خود قرار بده. خدایا گناهکاران را در حالی که می توانی در مجازاتشان تعجیل کنی مهلت می دهی، پس به من هم مهلت بده تا اگر کسی را آزرده هم از او طلب بخشش کنی.
کیه؟ زدند؟ خدای من باورم نمی شود. آخر مگر نگفته بودم به قدس نروی؟ زنها حتی از نگاه کردن به آن نه شده اند. آن وقت تو از در گذشته وارد ساختمان اصلی شدی؟ چرا مریم؟ چرا؟ اگر نمی دانی قانون معبد چیست؟ من خود چنین نخواستم پدر بزرگ، به من امر شد. امر شد؟ از سوی چه کسی؟ یک صدا. صدا می گفت خداوند تو را برگزیده، مرا به نام خواند. نامت را برد؟ گفت ای مریم. گفت ای مریم. دیگر چه گفت؟ گفت خداوند از میان همه زنان تو را برای امر بزرگ خیش اختیار نموده است. آن صدا به من گفت پروردگارم را اطاعت کنم و برای او سجده کنم و با نماز گزاران نماز.